نکته اولی که میخوام بهش بپردازم اینه که آقا جون، من این ویدیوهایی که درس میدم و خورد خوردش میکنم میذارم تو اون صفحه تلگرامی، شما چرا نمیرید این ویدیوها رو نگاه بکنید اگه اشکال دارید؟ حالا این چیزش رو اینجا نوشتم، این بدخطم هستش، t.me/قلبی هندسه 10. اینو میتونید توش ویدیوها رو پیدا بکنید، ویدیوهایی که درس میدیم بهتون و قسمت های خورد خوردش رو میذاریم این تو. بنابراین برید اینا رو نگاه بکنید، اگه اشکالی چیزی هست اونجا رفع و رجوع بشه. این نکته اول. نکته بعدی اینه که نشر الگوتون رو بیارید صفحه 248. پس نشر الگو رو بیارید صفحه 248 تا کار رو شروع کنید. ما جلسه پیش تا سر مساحت زوزنقه رفتیم. این جلسه مساحت زوزنقه رو میگم، ازش احتمالاً عبور میکنی و بخش کاربرد مساحت میرسیم و بخش از کاربرد مساحت هم درس میدیم. برای امتحان فرداتون تا آخر مساحت زوزنقه میاد، یعنی فصل سوم مساحت ها، یعنی اون فصل سوم درس اول اون چند زلی ها و بعد مساحت ها تا سر کاربرد مساحت. ولی من امروز از کاربرد رد میشم و قسمتی از کاربرد مساحت ها رو بهتون درس میدم. این نکته اول. نکته بعدی این که خب احتمالا ما باید کلاسایی برای رفع اشکال بذاریم دیگه، به خاطر اینکه یه سری مطالب رو میگیم شما اشکال خواهید داشت، هماهنگ میکنیم کلاسای رفع رو برگزار خواهیم کرد. پس اینم از نکته دوم. خب بریم سر وقت کارمون. در بالای صفحه 248 همونطور که میبینید یک زوزنقه ABCD کشیده، ارتفاعش H کوچیکه، قاعده کوچیکش آی کوچیک، قاعده بزرگش B بزرگ و گفته که مساحت زوزنقه برابر است با نصف مجموع طولهای قاعده هایش ضرب در طول ارتفاع وارد بر این قاعده ها. یعنی چی؟ یعنی S ABCD میشه 1/2 آی به علاوه B در H. خب اینو ما از قبل هم میدونستیم احتمالا. حالا من اینجا دوباره اینو یادداشت کردم. یه زوزنقه ABCD داریم، ارتفاع AH رو داریم، مساحت زوزنقه میشه جمع دو قاعده AB به علاوه DC ضرب در ارتفاع AH تقسیم بر 2. پس این میشه از مساحت زوزنقه. بریم مسئله ازش حل کنیم. قبل از اینکه مسئله حل بکنیم بهتره که یه نکته رو با همدیگه مرور بکنیم و اونم حالت خاصی از زوزنقه. یه حالت خاص از زوزنقه، زوزنقه قائم الزاوی است. این زوزنقه قائم الزاوی ABCD رو مشاهده بکنید. این ساق AD بر قاعده AB و بر قاعده DC عمود شده. چشم، هایلایت ها رو هم بهتون میگم که کجا هایلایت بکنید. خب داشتم میگفتم یه زوزنقه قائم الزاویه در نظر بگیرید، ABCD در این حالت خاص که قائم الزاویه سنین AD بر AB و DC عموده، مساحت زوزنقه همون میشه، منتها ارتفاعمون اینجا دیگه خود AD است. یعنی میتونیم بنویسیم SABCD برابر است با AB به علاوه DC ضرب در AD. اینجا ارتفاع دیگه همون AD است، تقسیم بر 2. درست شد. این نکته‌ای که نوشتم و در کادر سفید کنار مساحت زوزنقه بالای تست 32 یادداشت بکنید. پس این نکته رو در اون کادر سفید بالای تست 32 همین الان یادداشت کنید. یه دقیقه بهتون وقت میدم این کارو سریع انجام بده.
بسیار. درباره هایلایت هم در نشر الگو فرمول ریاضی هم هایلایت کنید، یعنی S A B C D مساوی 1/2 آی به علاوه بی در اچ رو هایلایت کنید، اونم از هایلایت کردنه. پس این نکته رو بنویس، اونم هایلایت. این کارا رو که انجام دادی، تست 32 رو حالا با هم دیگه میخونیم. تست 32 چی میگه؟ با هم بخونیم اول. در مربع شکل روبرو AM 3 تا MB، 3 تا BM و CN 5 تا DN. مساحت چهارضلعی AMND چند برابر مساحت چهارضلعی BMNC است؟ خب یه دقیقه بهت وقت میدم که خودت مسئله رو چک بکنی، بفهمی چی میگه و احیانا تلاش بکنی برای حل کردنش. پس شروع کن به حل تست 32. خب ببینیم تست 32 رو چه شکلی از پسش بر بیاییم. یک مربع داریم، A B C D مربع مونه. اطلاعاتی که داده چیه؟ گفته AM 3 تا MB. پس اگر من MB رو X بگیرم، AM رو میتونم چی بگیرم؟ 3X بگیرم. گفته که CN 5 تا DN. پس اگر من اینجا DN و Y بگیرم، این CN چند Y میشه؟ میشه 5 Y. این تا اینجا. خب یه ذره بریم جلوتر. حالا از ما چی رو خواسته؟ SAMND به روی SBMNC رو خواسته. AMND یک زوزنقه قائم الزاویه است. چرا؟ چون DN و AM با هم موازی هستند، پس زوزنقه است. این A و این D هم 90 درجه هستند، بنابراین زوزنقه قائم الزاویه است. پس طبق نکته‌ای که بالا گفتم، SAMND میشه 1/2 ارتفاع، که اینجا ارتفاع همون عادیه، ضرب در جمع دو قاعده، یعنی 3x و y، 3x و علاوه y. به روی SBMNC، SBMNC BMNC دوباره زوزنقه است، چون NC و MB با هم موازی هستند. زوزنقه قائم الزاویه است، چون B و C 90 درجه هستند، بنابراین مساحتش میشه 1/2 ارتفاع، که اینجا BC، ضرب در جمع دو قاعده، یعنی X به علاوه 5 Y. خب 1/2 که با 1/2 میره، AD و BC اضلاع مربع با هم برابرن، پس با هم دیگه ساده میشن، در نهایت جواب میشه 3X به علاوه Y، X به علاوه 5 Y. این تا اینجا. پس رسیدیم به این که SAMND و بروی SBMNC این عبارت میشه. اما حالا نگاه بکن، الان AB چند ایکسه؟ 4X. DC چند وایه؟ 6 وایه. و اینها اضلاع مربع هستن، با همدیگه برابرن. پس ما میتونیم چی بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم که 4X مساوی 6 وای. 4 رو اگه ببرم اونور میشه x مساوی با 6 چهارم y، ساده کنیم میشه x مساوی با 3/2 y. خب حالا کافیه که تو این عبارتی که اینجا به دست آوردیم، 3x به علاوه y به روی x به علاوه 5 y، این x رو با 3/2 y جایگزین کنیم. این کار رو انجام دادم. 3x به علاوه y چی میشه؟ میشه 3 تا 3/2 y. 3 تا 3/2 y میشه 9/2 y. به علاوه یه وای از قبل داشت. x به علاوه 5 وای. خب این 5 وای که میذاریم سر جاش، این x به جاش چی میذاریم؟ 3/2 وای میذاریم. پس این عبارت در نهایت تبدیل به همچین عبارتی میشه. حالا بریم جلوتر.
از یه وای تو بالا فاکتور میگیرم، از اولی 9 دوم، از دومی 1. 1 همون 2 دومه، 2 دوم به علاوه 9 دوم میشه 11 دوم. از ایگرگ پایینی فاکتور میگیرم، 3 دوم به علاوه 5، 5 همون 10 دومه، 10 دوم به علاوه 3 دوم 13 دوم. درست شد؟ این تا اینجا، این وای با این وای میره، این بالا شد 11 دوم، این پایین شد 13 دوم. نوشتم دور در دور، نزدیک در نزدیک، این دعا با هم ساده میشه، جواب میشه 11 13 هم. یعنی گزینه 3. من یک ذره اینو کوچیک میکنم تا شما کل راه حل تست 32 رو مشاهده بکنید. اگر نکته‌ای، حرفی، حدیثی، ابهامی دارید به هم بگید. هیچ اشکالی نیست، همه فهمیدین چی شد؟ بله. نجات میگه که اینا در آزمون جامعه میان فردا. بله، تا سر کاربرد مساحت میاد، یعنی تا آخر مساحت زوزنقه. بنابراین برای اینکه فردا تقویت بشید، شما تا آخر مساحت زوزنقه رو همین امشب تستای درسنامه رو حداقل حل بکنید. درست شد؟ من شاید کاری واسهتون انجام بدم، اونم اینه که پیش آزمونو یک ویدیو ازش بگیرم، راه حلاشو بذارم تو همین گروه تلگرامی که گفتم. بنابراین احتمالا این کار رو انجام میدم. بنابراین برید امشب به این گروه تلگرامی و این پیش آزمونی که امروز برگزار شده رو چیز کنید، راه حلاشو که میگم تو اون ویدیو واسهتون توضیح میدم. اینم از این. از تست 32 پس اشکالی نیست برم جلوتر. بسیار، بریم جلوتر. حالا میخوایم تست 33 رو حل کنیم. قبل از اینکه راه حل تست 33 رو ببینیم، تست 33 رو با هم بخونیم. مساحت زوزنقه قائم الزاویه که طول دو قاعده آن 10 و 26 و طول ساق بزرگتر آن 20 است کدام است؟ توجه داشته باش که تو این سوال شکل بهت نداده، پس شکل راه حلی که تو الگوت هست و نگاه نکن. قلم و کاغذ دستت بگیر، یه شکل واسه خودت بکش، سعی کن مسئله رو بفهمی و اطلاعاتو بریزی رو اون شکل. یه دقیقه بهت وقت میدم این کارا رو انجام بدی. فعلا به راه حل تست 33 بپردازیم تا بعد جواب سوال آخر رو که ازم پرسیده شد و بگم. فعلا تست 33 رو کار کنیم. بریم سراغ راه حل تست 33. میگه یک زوزنقه قائم الزاویه داریم. خب این آ ب س د یک زوزنقه قائم الزاویه، یعنی در رأس آ 90، در رأس دی هم 90. طول دو قاعدهش 10 و 26 شه. پس این قاعده کوچکترمون 10، این آ ب 10، این قاعده بزرگترمون دی سی 26 شه. درست شد؟ طول ساق بزرگتر، خب ما اینجا دو تا ساق داریم، یه آ د یه ب س. در زوزنقه قائم الزاویه اونی که کجه ساق بزرگتر است، خیلی دلیلش واضحه، واسه اینکه کوچکترین فاصله بین این دوتا خط آده است، بیسه همیشه از آده بزرگتره، پس بی سی بیسته.
حالا از ما با این اطلاعاتی که داده، یعنی این 10، این 26 و این 20، چیو میخواد؟ مساحت رو میخواد. خب میام چیکار میکنم؟ میام از این بی عمودی بر دی سی رسم میکنم، پای عمود و اچ میذارم. خب حالا نگاه بکن، آ به اچ دی مستطیل شد، چون این 90 آ، این دی 90، این دوتا هم که خودمون عمود کردیم با هم موازیان، این 90 باشه، این هم 90، چهار تا زاویه همون 90 درجه است، بنابراین آ به اچ دی مستطیله. پس اگر آ به 10 باشه، دی اچ هم 10 اینجا نوشتم. خب کل دی سی 26ه، دی اچش 10ه، پس اچ سیش چیه؟ 16ه. خب حالا در مثلث قائم الزاویه بی اچ سی، این بی سی 20ه، این اچ سی 16 است. این خیلی ساده در میاد، 12 با رابطه فیثاغورس. اعداد فیثاغورسی هم میتونی برید، این 5 ضرب در 4، این 4 ضرب در 4، پس اینجا باید 3 ضرب در 4 باشه. اگر فیثاغورس، اعداد فیثاغورسی نخواستی بری، این رابطه فیثاغورس رو می‌نویسی، BH2 به علاوه این HC 16 دو مساوی BC 20 به توان دو، BH میشه رادیکال 20 به توان دو منهای 16 به توان دو، در نهایت BH میشه 12. خب حالا از ما چی رو خواسته؟ مساحت رو خواسته دیگه. می‌نویسی SABCD مساوی است با 1/2 ارتفاعمون چقدر در اومد؟ از B تا H که همون از A تا D است، در اومد 12. پس میشه 1/12، ببخشید 1/12 ضرب در قاعده کوچکمون 10، قاعده بزرگمون 26. این 12 با 2 ساده میشه، میشه 6، 10 و 26 میشه 36، این 3 تا ضرب در هم، این 6 و 36 ضرب در هم بشن، جواب میشه 216، یعنی گزینه 4. اگر کسی از تست 33 اشکال داره همین الان بپرسه، تا بعد جواب این که جواب آخرین سوال که پس امروز تا آخر روز نقص درس رو بدم. از تست 33 اگه سوال داری بپرس. خب مثل اینکه سوالی نیست، من این جواب بدم. ببین درسمون امروز میبریم جلوتر از آزمون مدارس برتر، کاربرد مساحت ها هم شروع میکنیم به درس دادن تا اونجایی که بتونیم، ولی شما برای فردا باید تا آخر زوزنقه رو امتحان بدید. این هم از جواب شما. پس تست سیاسه هم اوکیه. خیلی خب، پس تا الان مساحت زوزنقه رو گفتیم، نکتش رو که راجبه قائم الزاویه بود گفتیم. حالا بچه سوالای حاشیه‌ای که مثل تکلیف جریان چی اینا رو بذارید درس رو بدم، اون آخر 5 6 دقیقه وقت میذارم، قشنگ هر سوالی دارید از من بپرسید. این آقای ایزدی اینو بذار آخر ازم بپرس دوباره، اون اگه یادم رفت جواب بدم. الان بریم سراغ درس، سوالای درسی بپرسید. اون آخرش یه 5 دقیقه 10 دقیقه مونده بود به وقت پایان کار، پایانمون هم احتمالاً 9 و نیم شروع کردیم، 5 دقیقه به 11. خب یه رو به 11 به من بگید که درس رو ببندیم، از من شروع کنید سوالای حالا حاشیه‌ای تر کردن. این از این. تا اینجا چیکار کردیم؟ مساحت زوزنقه رو گفتیم، نکتهش رو گفتیم، راجع به مساحت زوزنقه قائم الزاویه، تست 32 رو حل کردیم، تست 33 هم حل کردیم. خب تست 34 دیگه بر عهده خودتون خواهد بود، میرید کار میکنید. منتها تست 35 که مساحت زوزنقه متساوی و ساقینه، اونم حل میکنیم، که خب بالاخره جزو زوزنقه های مهم زوزنقه متساوی و ساقینه هم هستش. بنابراین تست 35 رو با هم بخونیم. مساحت زوزنقه متساوی و ساقینه شکل مقابل چقدر است؟ اطلاعات هم تو شکل بهت داده. یه دقیقه بهت وقت میدم که ببینی روش من حل مسائل زوزنقه متساوی و ساقین رو بهت گفتم دیگه، از همون روش استفاده کن، از آ و به عمود وصل کن و شروع کن حل کردن این. علی اصول همه تون باید بتونید این سوال رو حل بکنید. شروع کنید.
خب بریم سراغ تست 35 و حلش. نگاه بکن، بذار اینو بزرگتر بکنم. این تست 35 جوابش A, B, C, D اینو 4 داده، D, C رو 14 داده، این A, D و B, C هم 13 داده. همونجور که گفتم از A عمود میکنیم، از B هم عمود میکنیم. اگر از A عمود کنیم، از B عمود کنیم، این 4 زلی که تشکیل میشه A, B، حالا این پایش هم مثلا H و H پریم بذار، A, B, H, H پریم مستطیل میشه، چون این 90، این 90، A, B و D, C موازی همن. اگه این 90 باشه این A هم 90، این 90 باشه این B هم 90، پس مستطیله. پس اگه این 4 باشه این هم 4. حالا کلش 14 است. این 4 باشه چون روزنقم و متساوی و ساقینه توضیحاتشو دادم. این دوتا مثلث هم نهشت میشن، این دوتا زل، یعنی از D تا اینجا و از C تا اینجا با هم برابر میشن. میتونی X بگیری. این یه X، این 2X. 2X چقدر میشه؟ میشه 10. چرا 10؟ چون از این 14 4 تاش رفته اینجا، 10 تا باقی میمونه. پس جمع این x و این x میشه 10، هر کدوم 5. این تا اینجا. خب اگه این 5 باشه، این 13 باشه، رابطه فیثاغورس به ما میگه این 12 میشه. این دیگه دروردنش خیلی ساده است. خب پس ارتفاع رو 12 درآوردیم. مساحت میشه 1/2 ارتفاع، یعنی 12، جمع دو قاعده 4 و 14. این 12 با 2 ساده میشه، میشه 6. 4 و 14 میشه 18. 6 8 تا 48 تا 6 1 60 تا با اون 40 تا میشه 100 تا، 108 جواب. گزینه 4. اگه سوال داری از تست 35 همین الان مطرح کن. خب سوال خوبیه. ببینید همه. ایزدی میگه که آیا همیشه این دوتا قاعده بغلی، یعنی از دی تا اینجا و از سی تا اینجا با هم برابرن؟ نه، در زوزنقه متساوی و ساقین برابرن. نگاه بکن. بسیم بریم تو تختمون. این تخت خیلی بد میشه روش نوشت. ولی حالا شما نگاه بکنید. خب این یه زوزنقه، درست شد؟ بیایم عمودا رو انجام بدیم. عمودا رو بکشیم. یه رنگ دیگه. از اینجا عمود میکنم. از اینجا هم عمود میکنم. خب واضحه که الان از اینجا تا اینجا کوچکتر است از اینجا تا اینجا. یعنی اینکه وقتی عمود میکنیم این دوتا این دوتا ضلعایی که تشکیل میشه این وسط با همدیگه برابر الزاماً نیستن. کی مساویان؟ زمانی که زوزنقه و متساوی و ساقین باشه، یعنی این ساق و این ساق با هم برابر بشن. چون این دوتا هم برابر میشن به حالت وتر و یک ضلع هم نهشت میشن، پس این دوتا تیکه هم با هم برابر میشن. مشکلت رفع شد؟ بسیار. بریم سر وقت کار قبلی. خب این تا کاربردهای از مساحت. دوباره تکرار میکنم که تا اینجا بحث آزمون مدارس برتر فرداتون هست که حالا آنلاینه و سعی کنید که تقلب نکنید، واقعا خودتون رو محک بزنید. این از این نکته. حالا از اینجای درس به بعد میخوایم بریم جلوتر از آزمون مدارس برتر و کاربردهای از مساحت رو درس بدیم. پس بیارید صفحه 250 نشر الگو. تا اینجا اگه کسی سوال خاصی داره از
بحثای قبلی بپرسه، ابهامی، نکته فلانی، تا بعد بریم درس جدید رو شروع. سوال سخت داشت که خب مثل همیشه است دیگه. الان نوشته سوال سخت داشت چیه؟ شما باید نشلگو تمام درسنامه رو خوب خونده باشید، به این نکاتی که من میگم دقت کرده باشید، تکلیف ها رو خودتون انجام داده باشید، تستای آخر فصل هم حل کرده باشید تا بتونید از پسش بر بیاید. خب قضیه میان خط در زوزنقر هم اگه میشه توضیح بدید. میبینید؟ خب اینو که قبلا توضیح دادیم میان خط در زوزنقر رو، که یه بار دیگه من حالا میگم. الان سوالای فردا رو هم ندیدم. میان خط واسه این فصل نیست، قبلا تو فصل قبلی توضیح دادم میان خط چیه، ولی الان دوباره میگم. تستام زمین تا آسمون، نه زمین تا آسمونی فرق نمیکنه، ولی احتمالاً چون آنلاینه یه ذره ازتون سخت‌تر میگیرن، که فکر میکنم که راه تقلب مثلا ببندن این داستان. حالا مهم نیستش. خب بریم سراغ میان خط. نگاه بکن، فرض کن که ما یک زوزنقه داریم. این زوزنقه. خب. و فرض کن این آ باشه، این بی باشه، این سی باشه، این دی باشه. وسط آدی رو بگیر اینجا، اسمشو مثلا ام بذار. وسط بی سی رو هم بگیر، اسمشو ان بذار. اگر این ام رو برداریم به ان وصل کنیم، که ذره من بد کشیدم وصلشو، این یه خط صافه. این ام ان میشه میان خط زوزنقه. ما در اون فصل قبلی ثابت کردیم که ام ان برابر است با چی؟ میانگین حسابی دو قاعده، یعنی آبه به علاوه بسه تقسیم بر دو. آبه به علاوه، ببخشید، آبه به علاوه دسه. درستش کنم، آبه به علاوه یه چی؟ دسه. اگه مشکل ربط شد چه شکلی هم اثبات میکردیم؟ یه خط، یه قطر میکشیدیم و با تالس میرفتیم جلو. اگه مشکل ربط شد بریم جلو. آقای طاهری هم آنلاین بودن، حالا نمیدونم هستن نیستن، یه خودشون بود. به این شکل. خب دیگه سوالی نیست. بسیار، حالا آماده ایم که بریم بحث جدیدمون رو شروع کنیم. کاربردهای از مساحت. خب اول نشرالگو رو باید هایلایت کنیم. پس هایلایترها دستتون باشه. نوشته یاداوری. این یاداوری رو قبلا گفته، من حالا دوباره اینا رو اثبات میکنم واسهتون. اگر دو مثلث قاعده های برابر داشته باشند، نسبت مساحت هایشان برابر است با نسبت ارتفاع های وارد بر این قاعده ها. اینو هایلایت کن اول. داره چی میگه؟ داره میگه که فرض کن دو تا مثلث یک و دو داریم. من اینو درستش کنم اول. دو تا مثلث یک و دو داریم.
میگه قاعده هاش برابرن، پس قاعده اولی x، قاعده دومی هم x. در این صورت نسبت مساحت ها میشه نسبت ارتفاع ها. s1 به s2 میشه h به h بریم، چون ارتفاع این h ارتفاع این h بریم. چرا؟ دلیلش ساده، s1 میشه 1/2 h ضرب در x، 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده. s2 چی میشه؟ مساحت دومی 1/2 h بریم در x، 1/2 ارتفاع 2 در x. 1/2 و 1/2 میره x با x میره، میشه h روی h بریم. پس این از یاداوری یکمون. اگه کسی سوال داره از یاداوری یک بپرسه. بریم یاداوری دو. اگر دو مثلث، حالا این یاداوری دو رو هایلایت کنید. اگر دو مثلث ارتفاع‌های برابر داشته باشند، نسبت مساحت هایشان برابر است با نسبت قاعده های نظیر این ارتفاع ها. اینو هایلایت بکن. خب حالا که هایلایت کردی بیایم توضیح بدیم چی میگه. میگه دو تا مثلث 1 و 2 داریم، این دفعه ارتفاع ها برابرن، این h اینم h. وقتی ارتفاع ها برابر باشن نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده هاشون، قاعده های متناظر این ارتفاع ها. یعنی s1 به s2 میشه x y. دلیل ساده، s1 میشه 1/2 h در x، s2 میشه 1/2 h در y. 1/2 با 1/2 میره h با h میره، میشه x y. بنابراین هم از یاداوری دو. اگه کسی از یاداوری دو اشکال داره بپرسه. میخوایم بریم تست 37 رو با هم دیگه حل بکنیم. تست 37 رو بخونیم. چی میگه تست 37؟ میگه در شکل روبرو ABCD متوازی الاضلاع، اگر مساحت این متوازی الاضلاع برابر C باشه و MB دو تا MA باشه، مساحت مثلث MBC کدومه؟ این سوال خیلی خوبیه، سوال متوسط به بالایی هم هست. یه ذره روش کار کن بفهم چی داره میگه تا بعد حلش رو شروع کنی. خب ببین سوال رو با هم حل کنیم. سوال بسیار خوبیه به نظر من. میگه که یک متوازی الاضلاع داریم A, B, C, D. M یه جای روی A, B به قسمی که این MB دو برابر AM. وقتی MB دو برابر AM، یعنی اگه AM و X بگیرم MB میشه چند X؟ میشه 2X. حالا از ما چی رو خواسته؟ S MBC رو از ما خواسته. درسته؟ بیا جلوتر نگاه بکن. من راهی که رفتم از راهی که کتاب رفت یه ذره آسون تره. نگاه بکن چیکار کردم. میگم S A B C D هست ارتفاع ضرب در قاعده دیگه. ما میدونیم که مساحت متوازی الاضلاع هست ارتفاع ضرب در قاعده. خب ارتفاع یعنی چی؟ یعنی از یک جایی روی طول بر یک جایی روی طول پایین عمود کن دیگه. فرض کن از اینجا بر اینجا عمود کردم، اینو H بگیر. اگه از C بر آب عمود کنی اینم H میشه، از A بر DC عمود کنی اینم H میشه. دو تا خط AB و DC موازین، از هر نقطه از بالای عمود رو پایینی بکنی این عمود برابره و مقدارش برابر ارتفاعه. پس میشه مساحت متوازی الاضلاع این H ضرب در چند X؟ 2X و X میشه 3X. خود مسئله تو صورتش گفته این Cه، پس H ضرب در 3X C میشه. این 3 با 3 ساده میشه، HX میشه 10. تا اینجا پس ما H ضرب در X رو به دست آوردیم. درست شد؟ حالا از ما چی رو خواسته؟ SMBC رو خواسته. SMBC. کوچیک‌ترش کنم. قشنگ ببینیم. خب SMBC رو با هم نگاه بکنیم. هستش مثلث دیگه، ارتفاع این خطه ضرب در قاعده، یعنی MB تقسیم بر 2. پس میشه 1/2. این خطه که ارتفاعش گفتم چقدره با این اچ برابره، با
بین دو تا خط موازی هم. پس یک دومه این h ام بی هم 2x، این دو با این دو ساده میشه، جواب میشه چی؟ hx که همون 10ه. اینجا 10 در آوردیم، پس میشه گزینه 2. یه ذره راه حل کتاب راه حل پیچیده تریه. این تا اینجا، اگه کسی تا اینجا رو اشکال داره ازم بپرسه. من میخوام از همین تست 37 دو تا چیز دیگه هم بگم. خب ببین، حالا که سوال نداری بیاییم با هم دیگه علاوه بر اینکه MBC رو در آوردیم، بیاییم این MAD یا AMD اینجا نوشتم، این مثلث AMD هم مساحتش رو به دست بیاریم، مثلث MDC رو هم به دست بیاریم. اینو من میذارم، حالا جوابش رو الان میدم. سوال آخری که ازم پرسیدن رو جوابش رو الان میدم. ببینید، پس بیایم اول MDC. MDC چی میشه؟ میشه ارتفاع H. بذارم اینو کوچیک کنم به کل شکل رو ببینید. MDC چی میشه؟ میشه یک دومه. ارتفاعش چقدره الان؟ این H. قاعده چقدره؟ DC 3X. پس یک دومه H ضرب در 3X. این 3 با این 2 میشه 3 دوم. HX هم که این کنار می نویسیم. HX چقدر بود؟ 10 بود. پس میشه 3 دوم ضرب در 10. میشه 3 دوم میشه 15. بنابراین S MDC رو باز بگو چی باید ضرب در 2 ام بشه. ام باید ضرب در 2 بشه. یعنی چی ام ضرب در 2 بشه؟ واضح تر بگو. حالا تا باز اینو کامل میکنه اسه ببینم چی میگه. X باید دو تا AM باشه. نه، من این X رو گرفتم AM. نگاه کن، من این X رو AM گرفتم. پس MB میشه 2X. خیلی ساده. خودم گرفتم. X رو خودم گرفتم. خب، بریم جلوتر. حالا میخوام AMD رو حساب کنم. این S AMD رو دو جور میتونم حساب کنم. جور اول که من ننوشتم اینجا اینطوریه. MBC چقدر شد؟ شد 10. اینا. MDC چقدر شد؟ شد 15. کلش چقدر؟ 30. این 10 این 15 میشه 25. چقدر باقی میمونه؟ 5 تا. پس S AMD میشه 5 تا. مستقیم هم میتونستیم بریم. S AMD میشه ارتفاع. این ارتفاعشو که رسم بکنیم دوباره همین H میشه. منتها از D اگه رسم بکنیم میفته بیرون. چون اینجا بیشتر از 90ه. پس ارتفاع همچنان همون H. یعنی از D عمود بر امتداد آبی همون H میشه. میشه H ضرب در قاعدمون X تقسیم بر 2. H ضرب در X تقسیم بر 2. این HX چند بود؟ 10 بود. 10 دوم میشه 5. بنابراین تست 37 کامل ما همه اجزاشو به دست آوردیم. یه ذره باز کوچیک‌تر کنم کل تست رو مشاهده کنیم. تست رو مشاهده کن، اگه سوالی داری بپرس. سوالی نیست. حالا علی زاده چرا آیه یس میخونی؟ نه، تو هر آزمون یکی دوتا سوال آسون هستش. فعلا شما تو این شرایط سعی بکنید که درستون رو خوب یاد بگیرید. خب آره، بالا سرتون نیستیم، یه ذره وضعیت به هم پیچیده، ولی این واسه همه هستش و شما وضعیتتون از خیلی جاها بهتره. تقریبا من تو تمام مدارسی که میرم فقط تو سلامه که اینجوری با این نظم و انضباط داره کار میشه. بنابراین خیلی استفاده کنید. واقعا تو این شرایط سخت همچنان شما خوشبخت‌ترین ها هستید. تقلب آخه فایده نداره. میخوام ببینیم که
چقدر یاد گرفتین تا بر مبنای یادگیریتون بتونین واسهتون برنامه ریزی بکنین؟ حالا دوست دارین تقلب بکنید دیگه، خودتون بچه ها ناامید از زندگی. حالا این بحث های ناامیدی و اینا رو بذاریم آخر کلاس. خب جواب سوال چیه؟ سوال چی بود؟ من نفهمیدم. یه دفعه سوال تو بپرس جواب سوال من. فخرالدین جواب سوالشو بپرس، یعنی سوال تو بپرس دوباره. مثلثاتی. خب نه، اینجا دستور مثلثاتی آخه به چه کار؟ البته میشه، چون آره از مثلثاتی هم میشه. بله، به خاطر اینکه اینجا میتونیم بگیم واسه متوازی الاضلاع هست AB در BC در سینوس B، واسه MBC میتونیم بگیم 1/2 MB که هست 2/3 AB در BC در سینوس B، ولی کارو سخت‌تر میکنه. ولی آره، از راه مثلثاتی هم کاملا میشه این سوالو حل کرد. دیگه خب اگه سوالی نیستش، من 1-3-4 دقیقه بهتون فرجه میدم برید آبی بخورید، دستشویی دارید برید و یه خستگی در بکنید، یه 5 دقیقه دیگه بیانین بالا، زمان شمار داره دیگه. الان ما 43 دقیقه از کلاسمون گذشته، 5 دقیقه دیگه اینجا باشیم. فعلا خدا نگهدار.
خب سلام مجدد. الان سه تا چیز رو باز با هم چک کنیم. صدام باید بیاد، تصویرم باید داشته باشین و این پوینتر رو باید ببینید. اگه همش اوکیه یکی بنویسه اوکیه. خیلی پس همش درست. بعد از تست 37 شما در کتابتون در نشر الگوتون اگه نگاه بکنید یک نتیجه دارید. خب اول نتیجه رو با هم بخونیم. بعد درسته. اول نتیجه رو بخونیم بعد راجع به نتیجه من توضیح میدم. و باید نتیجه رو هایلایتش بکنیم. یه دقیقه صبر بکنید. الان این نتیجه. خب نتیجه رو با هم بخونیم. در هر مثلث هر میانه مساحت مثلث را نصف میکنند. به عبارت دیگر در شکل روبرو اگر AM میانه وارد بر ضلع BC باشد آنگاه SABM برابر است با SACM هر کدوم از اینا نصف SABC هستند. کل این ماجرا رو هایلایت کن. خب حالا که هایلایت کردی بذار یه توضیح هم من راجبش بدم. نگاه بکن. الان این ABC یه مثلث دلخواه. این AM میانشه. یعنی AM وسط BC. ببینیم SABM چی میشه. خب SABM میشه یک دوم ارتفاع. ارتفاع یعنی از A عمود کن. میشه AH. یک دوم ارتفاع یعنی AH ضرب در قاعده یعنی BM. حالا SACM رو در نظر بگیر. SACM میشه یک دوم ارتفاع. ارتفاع ACM یعنی از A بر این خط عمود کن یا بر CM میفته یا بر امتدادش. دوباره همون AH میشه. پس میشه یک دوم AH در CM. خب یه دوم که با یه دوم برابره. BM و CM هم که با هم برابرن چون این وسطه. AH و AH هم که با هم برابرن. پس مساحت دو تا مثلث با هم دیگه برابره. یعنی این ABM با این ACM برابره. وقتی این SABM مثلا X باشه، SACM هم X باشه، SABC چند X میشه؟ میشه 2X. پس هر کدوم از اینا نصف SABC هستن. اگر کسی از این نکته و از این نتیجه گیری اشکالی داره بپرسه، اگر نه میخوایم تست خیلی خوب و جالب 38 رو حل بکنیم. سوالی نیست. خب تست 38 رو با هم بخونیم. در متوازی الاضلاع ABCD نقطه P نقطه ای دلخواه روی ضلع آب است. اگر CE مساوی PE آنگاه مساحت مثلث DEC چه کسری از مساحت متوازی الاضلاع ABCD است؟ میخوام که یه دقیقه روی این مسئله فکر بکنیم. چمو خمشو به دست بیاری تا بعد بریم سراغ حلش. خب نگاه بکن. ما یه متوازی الاضلاع ABCD داریم. درست شد. بعد گفته این P یه نقطه دلخواهی رو آب است. اما داستان اینه که وقتی این P رو به C وصل میکنیم
و این دی رو به ای وصل میکنیم، این پی ای با این ای سی برابره. پس اطلاع مسئله اینه که این پی دلخواهه ولی پی ای با ای سی برابره، ای وسط پی سی. در این صورت از ما چی رو میخواد؟ این که مساحت دی ای سی چه کسری از آب سد است، یعنی اس دی ای سی به روی اس آب سد چقدر میشه. این صورت مسئله و خواسته مسئله. درست شد؟ خب ببین، من میام از دی به این پی وصل میکنم، الان یک مثلث پی دی سی ساخته شد. در مثلث پی دی سی این دی ای حکم میانه رو داره، چون این وسط بود دیگه، پی ای با ای سی برابره، این ای این دی ای حکم میانه رو داره. خب الان ما چه گفتیم؟ گفتیم اگر در یک مثلث میانه رو بکشی، این دوتا مساحتی که ایجاد میشه با هم برابره، یعنی اس دی پی ای برابر است با اس دی ای سی. درسته؟ خب اگر این طور باشه، اگر این دوتا مساحت با هم برابر باشن، خیلی ساده میتونیم بگیم اس دی ای سی چه کسری از اس دی پی سیه؟ مساحت کوچیک. چه کسری از مساحت بزرگی؟ یک دومه دیگه. این دوتا با هم برابرن، پس هر کدوم یک دوم مثلث بزرگی هستن. پس یعنی چی؟ یعنی این که اس دی ای سی دی ای سی به اس دی پی سی میشه یک دوم. این تا اینجا. حالا من در مرحله بعدی، در مرحله دو، میخوام اس دی پی سی رو به اس آ به سه ده به دست بیارن. و این خیلی ساده است این کار. چرا؟ ببین پی هر جا باشه اینجاست مثلا دیگه. مثلا نامگذاری هم نکردم. خب مساحت این مثلث نصف مساحت متوازی الاضلاعه. بذار بزرگش کنم ببینی چرا. نگاه بکن، اگر من یه نقطه بیام رو طول انتخاب بکنم، این مثلثی که ایجاد میشه مساحتش نصفه. میدونی چرا؟ دلیلش ساده است. بیا از این نقطه ارتفاع رو رسم کن. پس مساحت مثلث میشه یک دوم ارتفاع h در قاعده که x. مساحت متوازی الاضلاع چی میشه؟ دوباره قاعدمون که همین h، چه از اینجا رسم بشه چه از اینجا. قاعدمون هم که x، پس میشه hx. یعنی چی؟ یعنی اس مثلث یه دوم اس متوازی الاضلاع، یا اس متوازی الاضلاع دو برابر اس مثلثه. خب حالا اینجا نگاه کن، دی پی سی، این پی نقطه دلخواهی دیگه، یعنی اس دی پی سی یه دوم اس آ به سه دست. اینجا نوشتم اس دی پی سی یه دوم اس آ به سه ده. حالا از ما چی رو میخواست؟ از ما اس دی ای سی به آ به سه ده رو میخواست. خب من برای به دست آوردن این کار رو میکنم، میگم اس دی ای سی به دی پی سی رو که داریم، ضرب در اس دی پی سی به اس آ به سه دارم که داریم، این اس دی پی سی با اس دی پی سی میره، این میشه اس دی ای سی به آ به سه ده، همون چیزی که میخواستیم. خب این چقدر بود؟ این یه دوم. این دومی چقدر بود؟ یه دوم بود. جواب میشه یک چهارم. خیلی ساده تر از این ماجراهایی هم که من نوشتم میتونی بگی. چه شکلی؟ بگی آقا جان این دی ای سی یه دوم دی پی سیه، دی پی سی هم که یه دوم آب سه دست، پس این دی ای سی یک چهارم آب سه دست. به همین سادگی. حالا من کل فرایند ریاضیشو نوشتم اینجا. اگر سوالی داری بپرسین، سوال خیلی خوبیه. چند مرحله ما از این نکاتی که گفتیم استفاده کردیم. علیزاده میگه میتونیم از هم نهشتی بریم. از هم نهشتی چی با چی؟ الان چی با چی هم نهشته؟ سوالمو تکرار میکنم، منظورت از هم نهشتی چی با چیه؟
اگه منظورت هم خب ببینیم چی. خب نگاه کنید، میگه DEC و DPE. خب DEC و DP DEC و DPE هم نهش نیستن الزاما. وقتی که ما در یک مثلث میانه رو رسم میکنیم، این فقط میانه است، مگه دو تا طرف با هم دیگه هم نهشت میشن؟ زمانی هم نهشت میشن که مثلث اصلیمون متساوی و ساقین باشه، که این میانه ارتفاع و نیمساز و عمود منصف هم باشه. پس در حالت کلی این دوتا با هم هم نهشت نیستن. شکلش هم بیایم نگاه بکنیم ببینم چی میگه. الان فرشپور رو جواب میدم. متوجه این شکل رو نگاه بکن، آ ب س رو. نگاه کن آ ب س، من این امو کشیدم. خب واضحه که این میانه رو کشیدم، آ ام سی و آ ام بی با هم دیگه هم نهش نیستن، هم مساحتن. یه نکته ای هستش، میتونی همین الان بنویسی تو کادر سفید بالای کنار نتیجه، میتونی اینو بنویسی که اینی که دارم میگم و اگر دو تا مثلث هم نهشت باشن هم مساحتن، ولی اگر هم مساحت باشن الزاما هم نهشت نیستن. این نکته رو میتونی بنویسی. اونایی که نکته منو میخوام بنویسن یه بار دیگه واسه شون میخونم. کنار نتیجه تو تست 200 صفحه 250 پایین تست 37 بنویس نکته، اگر دو شکل هم نهشت باشند هم مساحتند، این واضحه، ولی اگر هم مساحت باشند الزاماً هم نهشت نیستند. اینم که واضحه. چرا؟ همین الان داریم میبینیم دیگه، AMC و AMB هم مساحتن ولی هم نهشت نیستن. خب بریم ببینیم که فرجپور چی میگه. میگه PBC. خب بریم شکل ببینم PBC کدوم بود. PBC با PAD. خب اینم که واضحه هم نهشت نیستن. نه هم نهشت، زمانی هم نهشت بودن که این P وسط بود، این P که وسط نیستش که، بنابراین هم نهشت. تازه نه، پی وسط بودم حتی هم نهش نمی شدن، چون این حاده است این منفرجه است. اصلا پی بی سی و پی آدی با هم هم نهش نیستن. اگه سوالی نیست بریم جلو. خب پس مثل اینکه سوالی نیستش. بریم صفحه 252. اون بالای نکته گفته، اون نکته رو اول خود میخونیم، هایلایت میکنیم، بعد من نکته رو قشنگ توضیح میدم و حالا باید شما این اثباتش رو یه جایی بنویسید. حالا میگم کجا بنویسید. بخونیم با هم دیگه. اگر وسط ضلع‌های مثلث را به هم وصل کنیم، چهار مثلث هم نهشت و هم مساحت ایجاد میشود. اینو هایلایت کن. به عبارت دیگر در شکل روبرو، اگر M, N و P وسط ضلع‌های مثلث ABC باشند، آنگاه ANP, BMP, CMN و MNP هم نهشتن، چون هم نهشتن هم مساحت هم هستن، بنابراین اساشون هم با هم برابره و اگر اساشون با هم برابر باشه هر کدوم یک چهارم کلا. اینو کلشو هایلایت کن تا اینجا تا من توضیحشو بدم. چی داره میگه؟ میگه آقا جون شما این مثلث ABC رو در نظر بگیر، N وسط AC، M وسط BC، P وسط AB، اینا رو به هم وصل کن. چهار تا مثلث ایجاد میشه، A P N B P M P M N و C N M. این چهار تا با هم هم نهشتن. حالا ثابت میکنیم الان. و چون هم نهشتن هم مساحت هم هستن.
و چون اینا هم مساحت هستن، اگر هر کدوم x باشن پس میشه x x x x. مساحت کل مثلث آبسه میشه چند x؟ 4x. پس مساحت آبسه 4 برابر تک تک ایناست و هر کدوم یک چهارم کلا. من اینو اینجا نوشتم همون چیزی که اونجا گفته. خب اثبات، شما این اثبات رو بعد تو جزوهتون علل اصول بنویسید، ولی حالا اشکال نداره. در کادر سفید کنار نکته از اون بالا، به خاطر اینکه ذره جا میبره، بنویس همین چیزی که من گفتم. اثبات این که APN و MNP هم نهشتن. اینو بنویس. از همون بالا شروع کن. زیر فصل سوم چنزلی ها تو کادر سفید شروع کن اینو نوشتن. وقتی اینو نوشتی اینا رو ادامه بده. اینو در نظر بگیر A P M N، بالاش علامت چهار ضلعی بذار، دو نقطه آکولاد باز. P M با A N موازیه، M N هم با P A موازیه، بنابراین A P M N میشه متوازی الاضلاع. اینو بنویس بس تا اینجا. اینا رو همه رو توضیح میدم، فعلا بنویسید. خب حالا که اینو نوشتیم بعد بنویسیم. ما از قبل میدونیم وقتی قطر متوازی الاضلاع رو رسم کنیم دو تا مثلث هم نهشت بهمون میده، پس اینو بنویسیم. قطر متوازی الاضلاع آن را به دو مثلث هم نهشت تقسیم میکند، بنابراین APN هم نهشت است با MNP. بعد که اینو نوشتیم بنویسیم همین جوری که اینا رو اثبات کردیم، بقیه‌اش هم ثابت میشه. یعنی ثابت میشه این MNP با PBM و این MNP با NMC هم هم نهشته. پس و آخر هم اینو پس بنویسیم. همه نوشتن؟ اگه کسی هنوز ننوشته بگه ننوشتم. بنویسید دیگه تقوی سریع‌تر. بنویسید زودتر بنویسید. ایزدی میگه دل به کار بدی. به کارن سلام برسون. خب اینو نوشتیم، بذاری من اینو توضیح بدم. بیایم تو مثلث ببینیم چی کار داریم میکنیم. نگاه کن، من دارم میگم A P M N A P M N. این APMN متوازی الاضلاع است. چرا؟ چون این AN و PM با هم موازی هن. چرا AN و PM با هم موازی هن؟ دلیلش ساده است. P وسط ABه، M هم وسط BCه. پس PM میان خط. حالا این توضیح بدم میگم اثبات دیگه هم داری یا نه. پس ناکن P وسط AB است، M وسط BC است، پس PM میان خط BAC است. اولا پی ام میشه نصف آسی، ثانیاً پی ام با آسی موازیه. پس به همین سادگی ثابت میشه این پی ام و این آن پس با هم موازیه. وقتی پی ام با آسی موازی باشه با آن هم موازیه. این همین واجره واسه ان ام و آ پی.
دوباره ان ام میان خط با آبی موازیه و وقتی با آبی موازی باشه پس با آپی هم موازیه. بنابراین ما چهار ضلعی آ پی ام ان داریم که آپی با ان ام موازیه، پی ام با آن موازیه، پس متوازی الاصل. حالا اومدیم قطرشو کشیدیم، این پی ان قطرشه. میبینی؟ قبلا ثابت کردیم آ پی ان با ام پی ان چی میشن؟ هم نهشت میشن وقتی قطر متوازی الاضلاع رو میکشیم. اثباتش اینجوریه. این همین ماجرا واسه اون بقیه. نگاه کن. حالا پی ان ام بی رو در نظر بگیر متوازی الاضلاع. پی ان ام بی متوازی الاضلاع. پی ام قطرشه. بنابراین این پی ان ام و پی بی ام با هم هم نهشتن. دوباره حالا این دوتا. این و این. پی ان سی ام متوازی الاضلاع. ام ان قطرشه. پس پی ان ام و سی ام ان با هم دیگه هم نهشتن. پس این بالاییه با این وسطیه هم نهشته، این چپیه با این وسطیه هم نهشته، این راستیه با این وسطیه هم نهشته. هر چهار تا با هم هم نهشت میشن، چون هم نهشتن مساحتاشون هم با هم برابره. خب راه دیگه ای برای اثبات داره؟ بله، مستقیما میتونستیم اثبات کنیم، یعنی بگیم این با این موازیه، پس این زاویه و این زاویه برابر میشن، به همین ترتیب این زاویه و این زاویه هم با هم برابر میشن، پی ان هم مشترک تو دو مثلث، دو زاویه و ضلع بین. ولی ما دیگه کار اضافه انجام نمیدیم دیگه، خیلی قبلا اینا رو اثبات کردیم، میدونیم متوازی الاضلاع، قطرشو بکشیم هم نهشته. اگر اثبات دیگه ای مد نظرته بگید. خب اونایی که صدای منو ندارن، ببخشید، اونایی که تصویر منو ندارن مشکل از دستگاه خودشونه. الان همه تصویر عکس علل اصول باید تصویر منو داشته باشن، پس دستگاهتون رو باید یک تغییراتی بدین تو آپشناشو اینو تا تصویر منو ببینید. خب اینم از این. برم پایین. بله اومدم پایین. خب این از این نکته. نکته بعدی رم بگم و بعد بریم جلوتر. قضیه رو نگاه بکن، این قضیه خیلی مهمه. من در جلسه آینده به احتمال زیاد این قضیه رو که یه ذرم طولانی هست و سختم هست و اثبات میکنم. فعلا ازت اثبات نمیخوام. قضیه رو اول بخونیم. سه میانه مثلث در نقطه ای درون آن همراه هستند و این نقطه میانه ها رو به نسبت یک به دو تقسیم میکنه. به این ترتیب فاصله نقطه همراهی میانه ها تا وسط هر ضلع برابر با یک سوم طول میانه نظیر این ضلع است و فاصلش تا هر رأس دو سوم طول میانه نظیر این رأس است. به عبارت دیگر در شکل روبرو اگر جی محل برخورد میانه های آ ام و بی ان و سی پی باشد، آنگاه جی ام یک سوم آ ام، آ جی دو سوم آ ام، جی ان یک سوم بی ان، بی جی دو سوم بی ان، جی پی یک سوم سی پی و سی جی دو سوم سی پی. اینا رو هایلایت بکنید تا من توضیح بدم داره چی میگه. ببین داره اینو میگه. میگه یه مثلث دلخواه ABC داریم. سه تا میانش رو میکشیم. AM میانشه، BN میانشه، CP هم میانشه. میانه ها همراست. اولین چیزی که داره میگه، میگه سه میانه مثلث همراست. دومین چیزی که میگه، میانه ها نقطه همراستیشون مثل نقطه همراستی نیمسازای داخلی میمونه. همیشه میفته داخل مثلث. چه مثلثمون حاده باشه، چه قائمه باشه، چه منفرجه، میفته داخل. پس نقطه همراستی میانه ها همواره داخل مثلث، اینجا نوشتم. نکته بعدی، نکته 3 که من اینجا 2 نوشتم.
نقطه همرأسی میانه رو همیشه با جی نمایش میدیم و بهش میگیم مرکز ثقل مثلث، مرکز تعادلش. این تا اینجا. نکته بعدی، آقا جون همیشه فاصله تا رأس دو برابر فاصله تا ضلع. یعنی چی؟ یعنی AG دو برابر GM، BG دو برابر GN، CG دو برابر GP. اینو ننوشته مثلا، اینو قضیه ننوشته. پس این رو شماره 4 من اینجا که دارم مشخص میکنم، کنار قضیه مینویسی، نکته اینو مینویسی، AG دو تا GM، BG دو تا GN، CG دو تا GP. این AG دو برابر GM، BG دو برابر GN و CG دو برابر GP. خب اگر اینطور باشه بلا فاصله به دست میاد که چی به دست میاد؟ نگاه کن، اگر این AG دو برابر GM باشه میتونی GM و X بذاری، AG 2X میشه، بنابراین AM چند X میشه؟ میشه 3X. این X، این 2X، پس کلش میشه 3X. پس AG میشه دو سوم کل، GM میشه یک سوم کل. AG دو سوم AM، GM یک سوم AM. این ماجرا واسه BG و GN و CG و GP هم تکرار میشه. اینا رو نوشته، تنها چیزی که ننوشته اینه که شما باید بنویسید. خب نه، حس خنگ بودن بهتون دست نده، این قضیه رو باشه. این قضیه رو حالا من در شروع جلسه آینده دوباره توضیح میدم و تستاشو حل میکنم. الان دیگه به ساعتی رسیدیم که تقریبا پایان کلاسو داریم نزدیک میشیم، باید نکات اضافه تری هم بگم. پس ما قضیه رو گفتیم، من جلسه آینده دوباره با توضیح این قضیه شروع میکنم، اثباتش میکنم، مسائلش هم حل میکنم. خب بریم سراغ چند تا مورد. درس تموم شد. سوالایی کردین راجب، خیلی راجب تکلیف عید میپرسن، یکیشو بذارم اینجا. تکلیف عید، تکلیف عید علل اصول من نمیدونم مدرسه میخواد چی کار بکنه. خب دارید ندارید، ما یه بررسی میکنیم ببینیم که مدرسه میخواد چی کار بکنه. اگر داستان بر این بود که باید تو عید تکلیف داشته باشین بهتون میگه. این از این نکته. چی چقدر مهمه؟ حالا اینا رو دیگه بهتون میگم، تکلیف ایت چقدر دارید فلان و اینا. بعد آقا چه درصدی برای آزمون فردا خوبه؟ بستگی داره، من نمیدونم، بستگی داره سخت باشه، آسون باشه، چجوری باشه. و حالا شما امتحانتون رو بدین. حالا این که بر مبنای آزمون جامعه نباشه و اینا رو وضعیت، یعنی در واقع اولین باره در تاریخ آموزش پرورش جدید همچه اتفاقی افتاده برای شما. اول که آلودگی هوا بوده، بعدش هم که کرونا، و الان هم که داره صحبت میشه که احتمالاً بعد از عید هم این ادامه داره و شما احتمالاً، من فکر میکنم حدسم اینه که دیگه مدرسه نمیایین تا آخر سال. بنابراین از لحاظ، یعنی به نظرم بعد وقت اضافه زیاد دارید، واقعا نمیایین مدرسه، انرژیتون هدر نمیره، واقعا میتونید کار بکنید. و حتی اگه تکلیف عید هم داشته باشید به نظر من میتونید از پسش بر بیاین دیگه. سال دهم مبارکیه. بله هی کسرا علیزاده میگه قطعا از این سوالاتون نمیاد تو جامعه. حالا میاد یا نمیاد دیگه، این کتاب مرجعتون برای آزمون جامعه است. اینم از این نکته. خب یه دقیقه وایسید، من یه چیزی خودم بگم بعد به سوالاتون جواب بدم دوباره. آقا دیگه قور نزنید، من نمیدونم، منم نمیدونم. حالا صحبت میکنیم اینا رو بعد با مشاورتون
چیز بکنی. بله مدرسه ما هم دلمون تنگ شده، به حال میچسبید تو مدرسه، شما شلوغ میکردیم ما ساکت میگفتیم، ما رو دست مینداختیم، ما شما رو دست مینداختیم، دیگه دلمون تنگ شده، همه دلشون تنگ شده. حالا این چیزاتون رو من دارم هی میذارم پابلیک بشه بقیه بخونن. من یه نکته بگم راجع به تکالیف. تکالیف رو من خب میگم، ببین تا شما تا سر این قضیه، یعنی تا سر تست 40 باید بیای جلو. قبلا تا تست 31 رو حل کردی، الان تست 32 33 34 35 36 37 38 39 باید حل بکنی. اینا رو حالا من مینویسم، یعنی میگم به آقای طاهری یا به آقای زندی و باز بهتون میگم به صورت مکتوب اینو که باید انجام بدی. از تستای آخر درسم به احتمال زیاد 20 تا تست من مشخص میکنم، اون 20 تا تست رو باید کار بکنی. بنابراین پس 20 تا تست هم از اون آخر داری که باید کار بکنی. برای فردا به نظرم پیش آزمون دیروز، یعنی مرور بکنید پیش آزمون دیروز رو کار بکنید. ما همه لطف دارید. این از این داستان ها دیگه. بسیار عالی. الیین. خب اگه سوالی نیستش دیگه جلسه رو ببندیم و بریم واسه یه روزهای بعد. خسته نبود دیگه، من خسته نباشید اصلا پابلیک نمی کنم. علیزاده اینقدر قر نزن. مشق داری؟ نه مشق دارید واسه قبل از عیدتون که دیگه حداقل مشق داری. خداحافظی میکنم از همتون، ایشالله مواظب خودتون باشید و درس هم بخونید، تفریح با کیفیت هم بکنید. بله مراقب باشید. خداحافظ.